شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از کدورت‌ها، منازعات، فجایع و یا سایر اختلافات انسانی از تعریف عدالت و انصاف نشأت می‌گیرد. چه بسا افراد بسیاری که در کودکی از جانب بزرگسالان خیش مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتند، در دوران بلوغ دچار عقده‌های روحی فراوانی شدند. اگر عدالت را به این معنا تصور کنیم که هر عملی چه در طبیعت و چه در سیستم‌های قانونی عکس العملی تعریف شده و قابل پیش‌بینی دارد، بنابراین جوامع مدنی تلاش می‌کنند تا با تدوین قوانینی شفاف که تمامی افراد را در بر می‌گیرد، میزان عقده‌ها و احساس ناعدالتی را در جامعه کاهش دهند. از طرف دیگر اگر از دوران طفولیت سعی نماییم صفت انصاف را در کودکان تقویت کنیم، آنان قابلیت همدردی و هم احساس شدن با دیگران را تجربه خواهند کرد و در آینده به بزرگسالانی تبدیل می شوند که قادرند دنیا را از دید دیگران نیز ببینند و به نکات مثبت بیش از نکات منفی توجه کنند. در نتیجه نهادینه شدن این نگرش، بسیاری از اختلافات و منازعاتی که بر پایه کج‌اندیشی و سوء تفاهمات شکل گرفته، جای خود را به دوستی و صلح داده و زمینه برای اجرای هرچه بیشتر عدالت مهیا می‌گردد. بنا به اعتقاد بهائیان، یکی از سجایای گرانبهای اخلاقی صفت انصاف است و کسی که به آن صفت متصف گردد از مقربین درگاه الهی است. شخص منصف که به این گوهر ارزشمند آراسته است، از شائبه تعصب و طرفداری جاهلانه به دور خواهد ماند. آنان معتقدند از آنجایی که ممکن است بسیاری از شنیده ها آلوده به اغراض نفسانی باشد، پس بر هر فردی لازم است به جهت آنکه کمتر دچار اشتباه شود، مستقلاً به درک و فهم حقایق اقدام نموده و با دیدی منصفانه به بررسی امور بپردازد و از تقلید کورکورانه اجتناب کند. بنا به نظر بهائیان، انصاف بایستی در تمامی امور از جزئی و کلی مورد توجه قرار گیرد، چه بسا کدورت‌ها و اختلافاتی که در میان دوستان و یا اعضای یک خانواده به وجود آمده به سبب نادیده گرفتن این صفت ارزشمند و توجه به سخنان شخصی سخنچین است که گفته‌ای خلاف واقعیت از کسی نقل نموده و بر آتش فتنه دامن زده است. در آثار بهایی دو صفت عدل و انصاف به نگهبانانی تشبیه گردیدند که سبب حفظ و هدایت بندگان می باشند. صفت انصاف تا آنجا اهمیت دارد که شخص منصف نه تنها حقوق دشمنان خیش را پایمال نمی کند، بلکه به کلام صحیح و عمل نیک آنان نیز با دیده اغماز نمی نگرد و از آن چشم پوشی نمی کند.